با درود به بینندگان تلویزیون مهر ایران، توجه شما را به بخش دیگری از تازه های ایران زمین جلب می کنم. وقوع حادثه در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز. کمتر از 10 ماه پس از وقوع انفجار 12 تیر ماه در تأسیسات نطنز و چند ماه پس از ترور دانشمند هسته‌ای ایران محسن فخری‌زاده مهابادی به وسیله موساد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که بامداد یکشنبه 22 فروردین ماه بر اثر وقوع انفجار در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز، سیستم قدرت داخلی و به شدت حفاظت شده که برق سانتریفیوژهای زیرزمینی را تأمین می‌کرد، به طور کامل تخریب شده است. بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی بدون اشاره به ماهیت و جزئیات این حادثه گفت: این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است. خبر وقوع حادثه در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در حالی اعلام شد که یک روز قبل سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز را پس از حمله تیرماه 1399 بازسازی و آماده بهره برداری کرده است. علاوه بر این سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود که به زودی تست سانتریفیوژهای IR9 را نیز آغاز می کند. چند ماه پس از انفجار نطنز، محسن فخری‌زاده که از او به عنوان چهره کلیدی برنامه هسته‌ای نام برده می شد، در آبسرد دماوند هدف قرار گرفته و کشته شد. با این حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در اواخر آذر ماه گذشته گفت که عوامل انفجار تیرماه در تأسیسات اتمی نطنز با کشته شدن محسن فخری‌زاده یکی است و به نظر می‌رسد اسرائیل در این قضایا نقش دارد. اکنون این حادثه در کمتر از یک سال و تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که با اعلام سازمان انرژی اتمی و با حضور ویدیویی حسن روحانی، ایران گازدهی کامل 164 سانتریفیوژ نسل ششم را آغاز کرد. لازم به ذکر است که برنامه لاک‌پشتی هسته‌ای ایران برای بهره‌مند شدن ایران از این تکنولوژی طراحی نگشته، وگرنه جمهوری اسلامی می‌توانست با برنامه‌ای ضربتی همانند هند یا پاکستان ایران را به اوج این تکنولوژی برساند و پوشنده شال تالیت خاخام‌های اسرائیل سید علی خامنه‌ای فتوا علیه سلاح هسته‌ای نمی‌داد. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح استراتژیک از جانب کانون‌های قدرت و به ویژه سازمان جزوئیت‌ها در واتیکان برای تحت تحریم قرار دادن مداوم ایران و از هم پاشیدن بنیادهای اقتصادی و اجتماعی کشور و سپس تجزیه ایران در جهت حکومت جهانی واتیکان و نظم نوین جهانی کانون‌های قدرت است. در اجرای این جنایت علیه مردم ایران و تمدن ایرانی، ستون پنجم کانون‌های قدرت و کلیدداران معبد واتیکان درون ایران شامل مثلث خائن خامنه‌ای روحانی ظریف نهایت تلاش خود را می‌کنند. حادثه مجدد در نیروگاه هسته‌ای نطنز. ساعاتی پس از آنکه سازمان انرژی اتمی ایران به طور رسمی وقوع یک حادثه در تأسیسات غنی‌سازی نطنز را اعلام کرد، محسن رضایی از وقوع مجدد آتش سوزی در این تأسیسات خبر داد و اعلام شد که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در حال بازدید از سایت هسته‌ای نطنز خود نیز دچار سانحه شده است. علیرضا مروجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز گفت که حادثه برای بهروز کمالوندی در حین بازدید از تأسیسات غنی‌سازی نطنز و در اثر سقوط از ارتفاع 7 متری به وقوع پیوسته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود که حال عمومی بهروز کمالوندی مساعد است، اما مچ پا و سر او دچار شکستگی شده است. سایت نور نیوز به نقل از یک مقام مطلع در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته است: هویت فردی که با ایجاد اختلال در سیستم برق مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نطنز باعث قطع برق رسانی به یکی از سالن‌های این مجتمع شده بود، شناسایی شده است. علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی ایران افشا کرد که در جریان حادثه نطنز چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب دیده و از بین رفته است و قول مقام‌های دولتی مبنی بر نصب امکانات پیشرفته وعده‌ای نادرست است. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، انفجاری که بامداد روز 22 فروردین در تأسیسات نطنز رخ داد، نتیجه خرابکاری اسرائیل بوده و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است.
لازم به ذکر است که سازمان‌های اطلاعاتی خائن جمهوری اسلامی همانند سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر کشورهای جهان تحت نظر سازمان جزوئیت و سازمان اپوس دئی از واتیکان هستند. از این رو موساد نیز که همکاری گسترده با واتیکان دارد، به راحتی در سازمان‌های اطلاعاتی ایران نفوذ می‌کند. همچنین اکثر جریان‌های سیاسی اصولگرای جمهوری اسلامی از جمله شخص شال تالیتپوش، خاخام خامنه‌ای، عملاً آنوسی و حافظ منافع اسرائیل هستند و وظیفه دارند با اسرائیل ستیزی افراطی بهانه لازم برای تحت تحریم قرار دادن ایران را فراهم کنند. مانند فعالیت‌های باند آنوسی احمدی نژاد و حزب حجتیه در ایران. از سوی دیگر اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نیز کلیدداران معبد واتیکان از طریق لوژ فراماسونری سید جمال الدین اسدآبادی هستند. اینگونه است در حکومتی که همه سلول‌های بدنش مزدور است، نفوذ و خرابکاری به آسانی انجام می‌شود. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی و سهامداران مالباخته بورس در چندین شهر ایران. روز یکشنبه 22 فروردین ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس در تهران و دست کم 10 شهر دیگر کشور تجمع کردند. حرف آنها این است که دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و دولت باید کاری کند. دولت هم وعده داده که لایحه‌ای به مجلس ببرد تا حقوق بازنشستگان متناسب شود. ویدیوهای از این تجمعها در مقابل ادارات کل تأمین اجتماعی در شهرهای ایلام، کرج، خرم‌آباد، اصفهان، نیشابور، اهواز، کرمانشاه، مشهد، تبریز، عراق، بجنورد، زنجان، بوشهر و بهشهر منتشر شده است. در این تجمعها معترضان شعارهایی در حمایت از آزادی اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته و همچنین استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر دادند. این معترضان خواستار افزایش سطح مستمری های خود به سطح خط فقر شدند. دور جدید تجمع های آنها روز 15 فروردین ماه با شعارهای علیه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. طی ماه های اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کافی برگزار کردند. برخی مقام های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و بازنشستگان و هزینه های معیشتی را تایید می کنند. بازنشستگان معترض علاوه بر سطح مستمری خواستار ابطال ماده 69 تامین اجتماعی، افزایش حقوق سالانه و درمان رایگان هستند. همزمان با برپایی تجمع های سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی ایران در استان های مختلف، سهامداران مال باخته در تهران مقابل ساختمان بورس تجمع کرده و شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی از جمله برای اعدام کلیددار معبد واتیکان حسن روحانی سر دادند. پیش از این علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و سایر اعضای هیئت دولت او از جمله رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواسته بودند در بازار بورس سرمایه گذاری کنند. لازم به ذکر است که مدیریت تلویزیون مهر ایران دکتر رضا حاضری بلافاصله پس از دعوت مثلث فریب خاخام خامنه‌ای و روحانی و رئیس بانک مرکزی برای سرمایه گذاری در بورس ورشکسته اسلامی هشدار داده بود که حباب فریب بورس مکار اسلامی فرو خواهد ریخت و این کار در جهت سیاست هرج و مرج کنترل شده کانونهای قدرت برای غارت اموال مردم ایران و به خاک سیاه نشاندن آنان است تا قدرت مبارزه سیاسی را با فلش کردن اقتصادی از آنها بگیرند. معترضان و همچنین کاربران در رسانه‌های اجتماعی در انتقاد به وضعیت مدیریت بازار بورس از عبارت کازینوی اسلامی برای آن استفاده می‌کنند. حاکمیت بر فضای مجازی با سند همکاری چین. در حالی که توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین که مخالفان آن از امضای این سند با عنوان فروش ایران یاد می‌کنند و همچنین کارزارها و نامه‌های متعددی از سوی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به آن منتشر شده است، نماینده تهران در مجلس اعلام کرده حکومت ایران در قالب این همکاری ننگین به دنبال تقویت حاکمیت خود بر فضای مجازی است. محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز یکشنبه 22 فروردین ماه به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر متاسفانه ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیامرسانهای اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست ما خارج شده است.
او در همین زمینه به سند همکاری با چین اشاره کرد و افزود برای ما بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم. این نماینده مجلس همچنین به تولید تبلت، لپتاپ و موبایل با همکاری این کشور اشاره کرد. این در حالی است که هفته گذشته محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دروغ گفته بود همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر محدودسازی اینترنت تأثیری ندارد. در اسنادی که مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از کلیات این توافق منتشر کرده‌اند، به همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مخابراتی اشاره شده است. اما اکنون نبویان می‌گوید که این توافق علاوه بر 9 بند منتشر شده، 3 ضمیمه هم دارد. برخی گزارش‌ها اشاره می‌کند که ضمیمه سوم این سند حاوی موضوع حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی و شبکه رایانه ملی دو کشور است. این سخنان نماینده تهران درباره اقدامات مشترک دو حکومت در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی به تازگی توافق مشابه را نیز با روسیه امضا کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی سفر بهمن ماه خود به مسکو توافقنامه همکاری در حوزه امنیت سایبری و اطلاعات را با همتای روسیه خود امضا کرد. شایانه گفتن است که آنچه که در سانسور گسترده و تمامیت خواهی و کنترل کامل حقیقی و مجازی و بیو دیجیتال مردم ایران و چین و روسیه در جریان است در راستای سیاست فاشیای واتیکان است و همان سیاستی است که فاشیست را در ایتالیا سر کار آورد و رهبر فاشیست ها بنیتو موسولینی برای سپاسگزاری از واتیکان در سال 1929 آن را دوباره زنده کرد و به عنوان ثروتمندترین کشور جهان آن را به رسمیت شناخت. چنین تجربه های تلخی در فاشیسم رسانه‌ای امروزه متاسفانه افزون بر ایران، چین و روسیه به کل رسانه های جهان و شبکه های مجازی مانند فیسبوک نیز گسترش یافته است و به ویژه پس از دیدار مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک با پاپ فرانسیس در واتیکان جهان را به قرون استبدادی وسطا بازگردانده است. سفر سرگئی لاوروف به تهران و تلاش برای امضای سند همکاری با ایران. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه 24 فروردین در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به حادثه در نیروگاه هسته‌ای نتانز تاکید کرد که ایران سانتریفیوژهای تخریب شده را با نسل جدید جایگزین خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این نشست خبری تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را غیرقابل قبول توصیف کرد. آقای لاوروف همچنین در ادامه اظهار داشت امیدواریم اتحادیه اروپا غیرقابل قبول بودن اقدامات خود در راستای اعمال تحریم علیه ایران در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای در حال برگزاری است را درک کند. این دیپلمات ارشد روس در ادامه افزود مسکو هر گونه تلاش برای ایجاد اختلال در روند مذاکرات وین که برای احیای برجام صورت می‌گیرد را محکوم می‌کند. مقام‌های ایران و روسیه در این سفر همچنین دو سند شامل موافقت‌نامه فرهنگی و برنامه اقدام همکاری وزارتخانه‌های کشور را امضا کردند. ایران و روسیه یک سند همکاری راهبردی 20 ساله را در سال 79 امضا کرده بودند که مهلت آن اسفند سال گذشته به پایان رسید. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو به خبرگزاری ایرنا گفته است ایران و روسیه قصد بروزرسانی این سند را دارند و پیشنویس سند همکاری جدید توسط وزارت خارجه ایران تهیه شده است. مقام‌های حکومت ایران این سند همکاری را مشابه سند همکاری 25 ساله ایران و چین دانستند که امضای آن با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می‌شود. لازم به ذکر است که پس از آغاز انقلاب صنعتی چهارم برای گسترش هوش مصنوعی که با انتشار ویروس کرونا و انتشار کتاب‌های کلاوس شواب رئیس مجمع جهانی اقتصاد در داووس همراه بود، کاملاً آشکار شد که جهان آینده با گسترش هوش مصنوعی نیازش به نیروی کار انسانی کم خواهد شد. از این رو در جهان آینده کره زمین به بلوک‌های بسته اقتصادی تقسیم خواهد شد و ننگنامه‌های استعماری با چین و احتمالاً در آینده با روسیه در این راستا و مورد تایید کانون‌های قدرت و نظم نوین جهانی واتیکان است، تا جایی که برخی مجریان بی بی سی فارسی به افتخار استعمار ایران لباس چینی پوشیدند، همان گونه که دیگر مزدوران بریتانیا مانند دکتر مجتهدزاده از تجزیه دریای کاسپیان از ایران حمایت کردند تا
تا نشان دهند که درسشان را در دانشگاه جزوئیتی آکسفورد خوب خواندند. و اما تازه های میراث فرهنگی و کاوش های باستانشناسی در ایران. ساخت شعبه دوم موزه ملی و مخزن امن در گور روح شیطان خمینی ضحاک اشغالگر. جامعه باستانشناسی ایران در بیانیه خود در خصوص تصمیم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص شعبه دوم موزه ملی و مخزن امن آورده است. اخباری مبنی بر توافق میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تولیت حرم بنیانگذار جمهوری ننگین اسلامی پیرامون راه‌اندازی شعبه دوم موزه ملی و یا ایجاد مخزن امن در حرم در رسانه ها منتشر شد که با واکنش های زیادی در سطح داخلی و خارجی به ویژه از سوی پژوهشگران و کنشگران میراث فرهنگی روبرو شد. جامعه باستانشناسی ایران به عنوان جمعی از متخصصین که دغدغه توسعه اصولی تشکیلات میراث فرهنگی و باستانشناسی کشور را دارد، مایل است نکاتی را در این زمینه مطرح نماید و خواستار روشن شدن جزئیات موضوع از سوی مسئولان مرتبط است. نخست آنکه تصمیم برای گسترش و بهینه‌سازی فضای موزه ها و مخازن به ویژه مخزن و موزه ملی که موزه مادر کشور است، امری بسیار ضروری و نیازمند مطالعات تخصصی و کارشناسی است. هیئت وزیران در سال 1382 برای گسترش فضای موزه ملی طرحی کارشناسی شده که بر اساس واگذاری ساختمان‌های میدان مشق در دل بافت تاریخی تهران بود را به تصویب رساند که آن طرح اجرایی نشد. در این شرایط پرسش و ابهام نخست این است که چرا آن طرح به سان چندین طرح دیگر به کنار رفتند و به یک بار طرحی کارشناسی نشده به میدان آمد. به نظر می رسد آنچه بیشتر اهمیت دارد اما کمتر دیده می شود حل مشکلات اساسی موزه ملی است. جامعه باستانشناسی ایران می گوید فضای حرم خمینی متناسب با موزه انقلاب 57 و نه در پیوند و نسبت با نام و موضوع شعبه موزه ملی و مواد فرهنگی آن است. شایان گفتن است که چنین تصمیم توهین‌آمیزی به فرهنگ و تاریخ ایران، یعنی انتقال آثار باستانی ایران باستان به گور شخصی پلید که خواهان نابودی آثار باستانی ایران از جمله تخت جمشید بود، خود نشان می‌دهد که اداره میراث فرهنگی که با مدیریت سایه باستانشناسان ایتالیایی وابسته به واتیکان اداره می‌شود، اداره اشغال شده و ایران ستیز است که توهین به فرهنگ و تاریخ ایران را به صورت سازماندهی شده با فرمان وارث روم دشمن هزار ساله ایران یا واتیکان به پیش می‌برد. آثار شهر اشکانی در تپه اشرف اصفهان در معرض خطر نابودی است. سارویه یا کهندج یا تپه اشرف نام بنایی بسیار کهن در اصفهان است که در شهر جی سپاهان دوره ساسانی یا اصفهان کنونی در کنار پل شهرستان و در کناره شمالی زاینده رود قرار دارد. این بنا شامل کتابخانه بزرگی بوده است که در حمله اعراب به ایران ویران گردید و کتابهای آن نابود شدند و اکنون تنها بقایای آن دژ عظیم به صورت تپه‌ای باقی مانده که به نام تپه اشرف معروف است. در تپه اشرف از سال 1389 تا پاییز 1399 تعداد 7 فصل کاوش انجام شده است. علیرضا جعفری زند، سرپرست هیئت باستانشناسی تپه اشرف گفت این تپه بخشی از تاریخ ارزشمند اصفهان در عهد اشکانی است و با اشاره به توقف یک ماهه پروژه تپه اشرف اظهار داشت قرار بود شهرداری کلان شهر اصفهان در راستای توسعه پروژه تپه اشرف با ما همیاری کند که متاسفانه هنوز و پس از گذشت یک ماه از کشفیاتی بسیار مهم در این محل از دوره اشکانی تحرک خاصی انجام نشده و در مرحله نامه‌نگاری مانده ایم. وی افزود پیشنهاداتی به مدیریت شهری در راستای توسعه پروژه تپه اشرف مطرح کرده ایم که هنوز اقدام خاصی در این ارتباط انجام نشده است. سرپرست هیئت باستانشناسی تپه اشرف با اشاره به 7 مرحله کاوش انجام شده در این منطقه تصریح کرد مهمترین یافته ها در فصل اخیر کاوش تپه اشرف شامل 3 تدفین در گورستان اشکانی، گور خمره ها، کارگاه های فلزکاری و عصاره‌گیری میوه است که گمان زنی ها از وجود شهر اشکانی در این محل حکایت دارد. وی بیان داشت بخش اعظم سایت تپه اشرف مسکونی است و ممکن است این آثار مدفون شده ارزشمند دوره اشکانی بر اثر فعالیت‌های عمرانی از میان برود.
سرپرست هیئت باستانشناسی تپه اشرف تاکید کرد لازم است منطقه تپه اشرف تا پل شهرستان به سایت موزه تبدیل شود و با جابجایی نمایشگاه بین المللی اصفهان سالن سخنرانی و موزه تپه اشرف ایجاد شود. وی افزود پروژه سایت موزه تپه اشرف علاوه بر معرفی پیشینه تاریخ کهن اصفهان می تواند در جذب گردشگر بسیار مؤثر باشد. و اما به مناسبت سالگرد درگذشت صادق هدایت یادی می کنیم از این نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی که از دردهای جامعه برای سایه خودش نوشت و جاودان شد. سال روز غروب خودخواسته صادق هدایت 19 فروردین ماه سالگرد درگذشت صادق هدایت نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی است. هر جا نامی از هدایت بر زبان می آید، نخستین اتهام او نوشتن از مرگ است و خودکشی. اما کمتر نویسنده و روشنفکری در ایران از زندگی و ارزش آثار او نوشته است. خود اما هیچگاه از خیش نپرسیده ایم در کدامین لحظه از زندگی در این جامعه بی هراس از مرگ زیسته ایم و یا سایه مرگ را بر بالای سر خود ندیده ایم. هیچگاه نیز از خود نپرسیده ایم که چرا هیچ برگی از ادبیات این کشور در گستره تاریخ بدون حضور مرگ ورق نخورده است. هدایت در واقع از آن مرگی نوشت که زندگی بود، مرگی که سراسر تاریخ اجتماعی ما را در بر گرفته است. تاریخ ما زیر بار خونی که اعراب در قادسیه و نهاوند ریختند و به جای آب در آسیاب ها جاری ساختند. خونی که مغولان در نیشابور روان کردند آقا محمد خان با مناره هایی که از سرهای بریده شده ساخته بود جاری کرد، سرخ و خونین است. خمینی بزرگترین حمام خون را در کشور به راه انداخت، اما در صحبت از مرگ نام هدایت پیش کشیده می شود. هدایت بزرگترین و تأثیرگذارترین گفتمان مرگ را در ایران با بوف کور به جا گذاشت که در حقیقت اعتراض به فرهنگ مرگ 1400 ساله حاکم بر ایران است. این نویسنده روشنفکر و ایران شناسی که ایران را با خواندن کتاب‌ها به زبان پهلوی و بسیار عمیق می‌شناخت، بیشک اگر امروز زنده بود آرزویی نداشت جز انقلاب ایرانی و یک نعی بزرگ به هویت عربی اسلامی ابراهیمی تحمیلی اشغالگران کانون‌های قدرت جهانی به مردم ایران. او در 19 فروردین سال 1330 در پاریس در 48 سالگی خودکشی کرد و در آرامستان پرلاشز شهر پاریس به خاک سپرده شد. نام و یادش گرامی باد. نه به ایران اسلامی عربی ابراهیمی، پاینده ایران، پیش به سوی انقلاب ایرانی. تا برنامه دیگر، بدرود. با هم حقیقت تاریخمون رو بگیم، از خرد شدن تمدن ظلم شریعت رو بگیم، و ثابتونی که 1400 سال پیش کشتند و بردند به حکم قرآن و الله و دین، از حمله مردمی که با دروغ و تزویر کشتند و شادی سر دادند با هلهله و تکبیر، از هم قسم شدن عمر و صفی مصنع، جنگ جسر و دریده شدن اعراب و صحنا، از محمد و اسلام دین صلح و دوستی، نقشه مرگ ایران با فکر سلمان فارسی، از خیانت و مزدوران و خودفروشان پارس، از رعای کومن قاتل بیگناهان فارس، بگیم از شرایط ایران و از خامنه‌ای، حکم جهادی که داده شد به شهوت مسلمی، بگیم که طبق فتوی به آیات سوره فرقان به فکر فتح ایران و جهان بودن دزدان، تبلیغات فاشیستی اعراب به زبان دین، بهش بود ایران برای هر بادیه نشین، از یورش اعراب تبرستان و سمرقند گندم آسیاب کردن با خون مردم دربند، از قتل عام مردم بیگناه کردستان، حدیثی از صادق که اینا جنن نه انسان،
از سوختن کتابخانه ها خدای فهم و شعور سوخ به دستور عمر قرآن شد کتاب منصور. بگیم از کور کردن دانشمندانی چون رازی، از فردوسی بزرگ ناجی زبان فارس، از نصیحت علی به خلیفه مسلمین عمر که تو ایران کشتشی اسلام میشکنه از کمر. بگیم از سیف الله عزیز و نور چشم پیامبر، 70,000 ایرانی و خوش با الله و اکبر. آسمون و غم گرفت کوچه ها شد پر از میت، به زنان تجاوز کردن بچه ها شد سید. تن کنیز و مرد اسیر و بچه شد غلام، ایرانی از تخت و کوچه به عرب گفت سلام. قارت و خرابی تیز بود مدائن فتح الفتوح، کشت و قارت کرد و برد ابن وقاص ملعون. از علی بگیم که گفت بعد فتح مدائن، شوکت عجم شکسته شد با این فتح و قناعه. تن امیرالمؤمنین شد انگشتر یزدگرد، فرش بهارستان و پاره کردن توی مسجد. علی قتال عرب و قبیله بنی قریظه، کسی که عبد و بد و به نامردی زد تو جنگ آنیزه. نماز خوندن تو مدائن به حکم ابن وقاص، مثل خمینی که نماز خوند تو کاخ سعدآباد. جنگ حسین و یزید بر سر مال بود، سر هر حلاج راستگو بر سر دار بود. امان خواست قبل جنگ از یزید، در عوض قتل عام کنه مردم طبرستان و حسین شهید. در خطبه گفت آقا و سربر از تبار قریشه، حق ایرانی بردگی و حق اعراب عیشه. سوره توبه شد تشویق دشمن تا قادسیه، تا به امروز جهتشون تجاوز به خاک پاسیه. مردان رو کشتند و زنانشون رو قسمت کردن، دست و پای مبارزینی چون بابک رو قد کردن. فیروزان باشرفی که مسلمون شد صدابه، عمر تو مدینه کشت اون یار پیغمبر جابر. شهید یعنی خرمدین و فرخزاد و صفاوی، لعنت به تو تاریخ جعفر طیار و پاسی داد. سال دهم هجری و دروغ یعقوبی و ملا، دست قنائمی که تو قدیر خم شد ولی الله. حقایق طبری و واقعی شده کذب و هزیان، دروغ مجلسی و یعقوبی حجت مثل قرآن. دستکاری کردن دین بی آبروی وحشی، شیعه گری و ادعا که پاسبان عرشی. بگیم از آخوند مفخر شیعه صفوی، مسجد قصری جامکران و پسر نداشته عسکری. زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار. ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما. قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار، لعنت به دین و رهبر و بنیان این ها.